اومد من شروع کنم دیگه. باشه یکی شروع کنم. سلام، من شبنم ابوالقاسم هستم و این ارائه استپ 6 دوره یادگیری ماشینه. توی این ارائه میخوام در مورد مفاهیم یادگیری ماشین بیشتر صحبت کنم و باهاش کمی آشنا بشم. اول از همه ببینیم که اصلا منظور ما از یادگیری ماشین چی هستش. توی نیمه دوم قرن بیستم یادگیری ماشین به عنوان یه زیرشاخه از هوش مصنوعی گسترش پیدا کرد و به معنی الگوریتمایی هستش که به صورت خودآموز میان بر اساس دیتامون یه سری دانشی رو استخراج میکنن که به ما برای پیش بینی کمک میکنه. یعنی در واقع همون کاری که متخصصان میومدن انجام میدادن، حجم زیادی از داده ها رو تحلیل میکردن، خودشون یه سری قاعده و قانون در میآوردن و بر اساس اون مدل میساختن، و ما میخوایم همه این کار رو به خود ماشین بسپاریم و خودش این کارها رو انجام بده، یه مدلی بسازه به خودش بده و در نهایت برای بر اساس دیتا کمک بکنه. توی دنیای واقعی هم خب خیلی جاها استفاده میشه. الان توی این تصویر یه چند تا از مثال هایی که از یادگیری ماشین ما استفاده میکنیم و نشون دادیم، مثلا برای پیش بینی ترافیک یا اینکه نتایج موتورهای جستجو رو بخوایم بهبود بدیم، مثلا سیستم های پیشنهاد دهنده تو حوزه تشخیص بیماری ها با استفاده از پردازش تصویر یا پردازش متن و صحبت و همه اینها موارد استفاده یادگیری ماشین هستن. به صورت کلی ما الگوریتم یادگیری ماشین میتونیم به سه بخش نظارت شده، غیر نظارتی و یادگیری تقویتی تقسیم کنیم که البته خب موضوع اصلی ارائه امروز من در مورد الگوریتم های نظارتی هست و تو گام های بعدی در مورد بقیهشون صحبت میکنیم. الگوریتم های نظارت شده الگوریتم هایی هستن که لیبل کلاس های ما از اول مشخصه. حالا با این مثال اگه بخوایم بگیم، مثلا توی الگوریتم های کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی ما از اول میتونیم مثلا ایمیل ها رو میخوایم به دو دسته اسپم و غیر اسپم تقسیم کنیم و این برای ما مشخص. حالا میایم مدل رو میسازیم. تو روش های غیر نظارت شده این لیبل ها مشخص نیست. مثالش هم همون الگوریتم های خوشه بندی هستن که خوشه ها برای ما مشخص نیست چه تعدادی هست. خود الگوریتم بر اساس الگوهای داده ها و ساختارشون خوشه ها رو تشخیص میده، حالا میزان شباهت داده ها به هم دیگه، و در نهایت یادگیری تقویتی که میاد یک فرایند تصمیم گیری داره و بر اساس وضعیت محیط و سیستم پاداشی که داره یه تصمیم گیری هایی رو انجام میده. مثالش همون بازی شطرنج هستش که میایم بر اساس جایگاه مهره ها و وضعیت صفحه ایجنتمون تصمیم میگیره که حرکت بعدیش چی باشه و اون سیستم پاداشش هم همون برد یا باخت توی بازی میشه در نظر گرفت. توی این تصویر اومدیم یه نقشه راه کلی ساخت یه سیستم یادگیری ماشین رو نشون دادیم که 4 مرحله داره. مرحله اول یا پیش پردازش که ما میایم دیتای خامو میگیریم، حالا ممکنه یه پردازش های روش لازم باشه انجام بدیم، اسکیلش کنیم، ابعادش رو بخوایم کاهش بدیم و در نهایت به دو دسته ترین و تست تقسیمش بکنیم. مرحله دوم یادگیریمون هست که اینجا مدل آموزش میدیم بر اساس حالا همه الگوریتمایی که هست، اما نیازمندی خودمون داده ای که داریم یکی رو انتخاب میکنیم که بهترین عمل کرد رو داشته باشه و مدل آموزش میدیم با دیتای تست ترینمون. مرحله سوم حالا مدل ساخته شده، نمیم دیتای تست رو بهش میدیم که بتونیم سیستممون رو ارزیابی بکنیم و میتونیم حالا از یه سری متریک های عمل کردم اینجا استفاده بکنیم. و در نهایت وقتی که از عملکرد مدلمون مطمئن شدیم، مرحله آخر پیش بینی ها هست که اینجا دیگه دیتای جدید رو به مدل میدیم و برای ما پیش بینی رو انجام میده. حالا اصلا ببینیم که این یادگیری ماشین تاریخچه‌اش چیه، چجوری به وجود اومد. ایده ای اصلی این بود که ما بیایم هم عملکرد مغز انسان رو شبیه سازی کنیم، همونجور که یه سری داده رو میگیره پردازش میکنه و به این نتایج میرسه، ما بیایم این کار رو روی ماشین پیاده کنیم. و اولین بار هم مکالک و والتر پیتس اومدن یه مقاله رو منتشر کردن که توی اون مفهوم سلول مغزی ساده رو نشون داده بودن. منظورمون هم از سلول مغزی همون نورون های بیولوژیکی هستن که یه سری سلول های عصبی متصل به هم تو مغز هستن که سیگنال های شیمیایی و الکتریکی رو انتقال میدن و پردازش میکنن. که اینجا توی یه تصویر یه حالت سادهش رو نشون دادیم، همونجور که نشون داده شده سمت چپ یه سری شاخه هایی داریم که بهشون دندریت میگن که ورودی ها رو دریافت میکنه، یه هسته مرکزی داره که پردازش رو انجام میده و ورودی ها رو جمع میکنه و
اکتیویشن فانکشن ما در واقع اینجا اتفاق میفته و در نهایت سمت راست اکسون های خروجی های ما هستن که اگه چیزی اکتیویت بشه خروجی از طریق اونها انتقال پیدا میکنه. حالا همین عملکرد نورون ما اگه بخوایم به صورت ریاضی نشون بدیم، میایم همون هسته مرکزی اون عملیاتی که انجام میشه اکتیویشن فانکشن رو اون رو به صورت یه تابع تصمیم در نظر میگیریم که اینجا مثلا اومدیم فی از یک به ازای زد های بزرگتر از تتا و منفی یک به ازای بقیه مقادیر در نظر گرفتیم و زد هم همونطور که نشون داده شده دبلیو یک ایکس یک دبلیو دو ایکس دو و به همین ترتیب هست که این دبلیو ها وزن های ما هستن و ایکس ها ورودی هایی هستن که دریافت میکنن نورونمون. حالا ما میتونیم این تتا یا آستانه رو بریم سمت چپ نمودارمون و در نهایت تابع تصمیم گیری نهاییمون به این شکل که پایین نشون داده شده هست فی زد میشه یک برای زد های بزرگتر از صفر و منفی یک در بقیه حالات و زد هم اینجا یه عبارت دبلیو صفر ایکس صفر اضافه شده که دبلیو صفر ما همون تتایی هست که آوردیم این سمت چپ. توی تصویر هم اینجا نشون دادیم که همون فی زدمون حالا سمت راست اگه بخوایم ببینیم میبینیم که دیتا ها رو بر اساس ویژگی ایکس و ایکس دو نشون دادیم روی نمودار و اون فی زد اومده حالت یه خط جدا کننده داره که دیتا ها رو بر اساس لیبل ها برای ما جدا کرد. حالا این عملکرد نورون مغزی انسان بود. اولین الگوریتمی که بر اساس این عملکرد اومد پیاده سازی شد الگوریتم پرسپترون هستش و به صورت ساده اگه بخوام بگیم دو تا مرحله داره. مرحله اول وزنهای ورودی ها رو میایم به صفر یه مقدار رندوم کوچیکی تعریف میکنیم و برای هر ویژگیمون میایم برچسب کلاس رو پیش بینی میکنیم و وزنها رو بر اساس اون آپدیت میکنیم. این آپدیت شدن وزنها همشون با هم دیگه انجام میشه همزمان و مقداری هم که بهش آپدیت میشه اینجا پایین صفحه من نشون دادم. دلتای دبلیو میشه ایتا ایگرگ منهای ایگرگ پرین در ایکس جی که ایگرگ همون برچسب واقعی کلاس ما هست و ایگرگ پرین پیشبینی ما هست و ایتا هم اون نرخ یادگیری ما هستش که معمولا بین عددی بین 0 تا 1 انتخاب میشه. و باز توی تصویر شاید برامون واضح تر باشه که ایکس ها رو سمت چپ ما ورودی ها رو دریافت میکنیم، زد در دبلیو ها که وزن هایی هستن که ما پیش بینیشون میکنیم میکنیم و میاد توی یه تابع ورودی شبکه جمع میشن. بعد به تابع آستانه ترشول نمون اون رو میفرستیم که ببینیم خروجی ما حالا یک میشه یا منفی یک بر اساس مقداری که به دست آوردیم و در نهایت آوتپوتمون تولید میشه. معمولا برای پیاده سازی این الگوریتم ها توی ماژول سایکیتل اکثرشون پیاده سازی شدن و فقط کافیه ما خود مفهوم الگوریتم رو بسازیم بشناسیم بدونیم که کجا برای ما کاربرد داره و به راحتی میتونیم از این ماژول استفاده کنیم و پیاده سازیش کنیم، یعنی مدلمون رو باش ترین کنیم. حالا توی این مثالمون چهار تا مرحله ساخت سیستم یادگیری ماشین رو با هم دیگه می‌بینیم با هم الگوریتم پرسپترون داره. خب برای بقیه هم تقریبا روند استفادهش به همین شکله. ما اینجا اومدیم از دیتاست آیریس استفاده کردیم که یه دیتاستی هستش که 150 تا نمونه از ویژگی‌های گل‌ها رو توش جمع کرده و ما از دو تا ویژگی طول و عرض گلبرگ‌ها فقط استفاده می‌کنیم که اینجا اگه دقت کنیم ایکس اومدیم iris.data همه سطرها و ستون 2 و 3 رو در نظر گرفتیم. iris.target هم خروجی کلاس ما هست، یعنی مشخص می‌کنه به کدوم کلاس تعلق داره هر نمونه. که اگه این خروجی رو به مقادیر یونیکش رو تایپ کنیم می‌بینیم چاپ کنیم خروجی ها 0 و 1 و 2 هست، یعنی ما 3 تا کلاس بیشتر نداریم. حالا باید بیاییم دیتا ست ترین و تستمون رو مشخص کنیم. باز همین ماژول سایکیت لرن یه تابع ترین تست اسپلیت داره که ما از همین استفاده میکنیم برای اینکه بیاییم دیتامون رو تقسیم کنیم. ویژگی های ورودی ایکس و لیبل کلاس هایی که رو بهش میدیم. تست سایز مشخص میکنه که چه درصدی از داده رو ما میخواییم برای تست در نظر بگیریم. رندوم استیت بهش یک داریم که میاد برای ما امکان بازتولید همین مقادیر رو فراهم میکنه و استراتیف های رو ما برابر ایگرک قرار دادیم، یعنی که بیا همون نسبت 30% رو برای همه لیبل های توی ایگرک ترین و ایگرک تست هم برای ما نگه دار. حالا اینجا باز با یه مثال مشخص تر میشه منظورم چیه. اینجا اومدیم ما از تابع بین کانت استفاده کردیم و ایگرگ همون برچسب های خروجی مون، ایگرگ ترین برچسب خروجی داده ترین مون و برچسب خروجی داده تست مون رو چاپ کردیم. میبینیم که از هر نوع کلاس ما 50 تا نمونه کلن داریم و توی ترین و تست مون نسبت 30% نمونه های کلاس حفظ شده، یعنی همشون 35 و 15 هستن. حالا یه بحث دیگه که داریم اینه که ممکنه مثلا اینجا داده های ما متفاوت باشه، یه جا از 0 تا 10 باشه، یه جا از 0 تا 1000 باشه.
و خب در اینکه الگوریتم بتونه عمل کرده خوبی داشته باشه، معمولا ما این داده ها رو میایم استانداردشون میکنیم و اسکیلشون میکنیم، که باز هم این ماژول سایکیتون یه کلاس داره به اسم استاندارد اسکالر که میتونیم از این استفاده کنیم، یه نمونه جدید از روش میسازیم و با استفاده از متد فیت حالا ما دیتای ترین رو بهش دادیم، میاد مقدار میانگین و انحراف معیار رو حساب میکنه که بر اساس اون بیاد دیتا ها رو یه حالت اسکیلی بکنه که رنجشون با هم دیگه تقریبا برابر بشه. و داده ترین و تستمون رو هر دوشون رو با استفاده از ترانسفورم میایم اسکیلشون میکنیم که یه حالت استانداردی داشته باشن. و در نهایت وقتی بخش پری پروسس تموم شد، میخوایم که حالا مدلمون رو ترین کنیم. میایم از ساب ماژول لینیر مدل کلاس پرسپتون رو ایمپورت میکنیم و بعد یه شیء جدید میسازیم، ورودیاش رو پیش میدیم که اینجا همون نرخ یادگیری و رندوم استیت رو باید برش بدیم. و در نهایت با استفاده از متد فیت ما مدل رو ترین میکنیم. یعنی لازم نیست خودمون بیایم مدل رو پیاده سازی بکنیم، همه مرحلهش اینجا خودش پیاده سازی شده و فقط ما میتونیم ازش استفاده کنیم. بعد از اینکه مدل ساخته شد، حالا میریم مرحله سوم که ارزیابی مدلمونه. دیتای تست رو با استفاده از متد پردیکت به مدلمون میدیم و اون میاد پیش بینی میکنه که حالا پیش بینی رو چه ایگرگ پردیکشن ریختیم. و در نهایت میتونیم این ایگرگ های پیش بینی شده رو با برچسبای واقعی کلاس مقایسه کنیم و ببینیم چه تعدادی رو اشتباه پیش بینی کرده مدل ما، که اینجا میبینیم یه نمونه رو فقط اشتباه پیش بینی کرده. یا یعنی اینکه میتونیم از متریک هایی که تو خود این ماژول هست استفاده کنیم، که برای نمونه متریک اکیورسی اسکور رو اینجا ایمپورت کردیم. میایم ایگرگ تست و ایگرگ پیش بینی خودمون رو باز بهش میدیم و بهمون میگه که اینجا مثلا 97% مدل ما درست پیش بینی انجام داده. در نهایت هم میایم همه خروجیامون و دیتایی که داشتیم رو چاپ میکنیم و اینجا اونایی که دارشون دایره است اون داده های تست ما هستن. و اگه به محدوده های رنگی دقت کنیم، بعضی از داده ها اشتباه روی جای اشتباهی قرار گرفتن و این نشون میده که شاید این داده های ما خیلی به صورت خطی قابل جداسازی نبودن. پس باید بریم دنبال مدل های دیگه که بتونیم راحت تر این داده ها رو تقسیم کنیم. یکی دیگه از الگوریتم رگرسیون لوجستیک است، که این هم باز یه مدل طبقه بندی پیاده سازیش آسونه و ایده اصلیش اینه که یه مدل احتمال برای طبقه بندی برای ما در نظر میگیره. یعنی در واقع هم میاد پیش بینی میکنه که لیبل کلاس چی هست و میاد احتمال درست بودن این پیش بینی رو بهمون میگه، مثلا اینکه یک روز آیا بارانی هست یا نه و اگه بارونیه چند درصد احتمال داره که بارون بیاد. تا به هزینه هم که اینجا میخوایم مقدار مینیمومش رو پیدا کنیم نشون داده شده که هست منفی یک لوگاریتم فی زد منهای یک منهای ایگرگ لوگاریتم یک منهای فی زد، که ولی خب فی زدمون با اون فی زدی که قبلا داشتیم متفاوته. اینجا یک به روی یک به علاوه ای به توان زد هست و خب زد همون چیزی هست که قبلا هم تعریف کردیم. این تابع هست نمون یه بخش دیگه هم داره در انتها، ایگرگ دوم نرم دو دبلیو، که اگه من بخوام اینو توضیح بدم در واقع یه معیاری هستش که ما بتونیم میزان ترین شدن مدلمون رو باش تعدیل بکنیم. یعنی اگه مدل ما خیلی فیت داده های ترینمون باشه، ممکنه که توی تعمیمش مشکل داشته باشه و برای داده های جدید نتونه پیش بینی خوبی داشته باشه. برعکس اگه مدلمون خیلی ضعیف باشه و پیچیدگی لازمو نداشته باشه، حالا تو تصویر میبینیم سمت راست سمت چپ نظر میخوام، همون داده های موجود هم نمیتونه به خوبی دسته‌بندی بکنه، چه برسه که بخواد داده های جدید رو برای ما پیش بینی بکنه. به همین خاطر ما باید به یه تعادلی بین اینها برسیم که مدلمون یه عملکرد خوبی داشته باشه، که اینجا تو تصویر وسطی مشخص شد. و این مقداری که در انتها اضافه شده لمدا دوم در واقع برای تعدیل کردن همین مبحث هستش. الگوریتم بعدی ماشین بردار پشتیبان هست، که اینم باز میتونیم یه اکستنشنی از همون پرسپتون در نظر بگیریم، با این تفاوت که چه پرسپتون رو میمدیم فتای طبقه بندی رو میخواستیم کاهش بدیم، ولی اینجا میخوایم حاشیه ها رو بیشینه بکنیم. منظورمون هم از حاشیه فاصله بین صفحه‌ای هستش، فاصله بین صفحه ها و اون داده های آموزشی هستش که اصلا بیشتر به این صفحه ها نزدیک هستن. حالا مثلا تو تصویر سمت چپ میبینیم که ما برای جداسازی این دیتا ها چندین هر کدوم از این خطای نقطه چین یه صفحه مشخص میکنن. حالا کدوم صفحه بهتره که ما در نظرش بگیریم؟ اون صفحه که میبینیم چون سمت راست بخواهم نگاه کنیم
فاصله مارجین یا حاشیهش بیشتر از همه باشه برای ما مناسب تره. و در واقع اون داده های آموزشی که روی خط های قریب نشون داده شدن، اینا همون داده هایی هستن که ما میخواییم فاصله شون از صفحه بیشتر از همه بشه. و حالا اگه بخواییم به صورت ریاضی نشونش بدیم، فرمولمون به این شکل هستش که y ضرب در w صفر به علاوه w t x باید بیشتر از صفر بشه. این یعنی چی؟ یعنی اگه لیبل ما مثبت بود، مقدار داخل این پرانتز هم باید مثبت بشه، و اگه لیبل ما منفی بود، مقدار داخل این پرانتز هم باید منفی بشه، که این صفحه هرچه بیشتر با هم دیگه فاصله داشته باشن. هر کشم بعدی درخت تصمیم هست، که یه ویژگی خوبی که به ما میده اینه که امکان تفسیر نتایج رو برای ما فراهم میکنه. حالا چه این مثال هم میبینیم، میاد دیتا رو انقدر تقسیم میکنه بر اساس پرسیدن یه سری سوالا و تصمیم گیری ها که ما به یه نتیجه برسیم. مثلا اینجا ما میخوایم ببینیم توی یه روز تعطیل ما چه کار بکنیم. پرسیده اول که آیا کاری برای انجام داری یا نه. اگه داری پس بشین تو خونه کارت انجام بده، اگه نداری بیا هوا رو نگاه کن ببین وضعیتش چجوریه، بر اساس اون باز به تصمیمای بگی. و در واقع میاد از یه مدل ریشه شروع میکنه، دیتا رو بر اساس ویژگی ها به گونه ای تقسیم میکنه که بیشترین اطلاعات رو به دست بیاریم، و این روند رو هی تکرار میکنه تا ما به برگ ها برسیم. منظورمون هم از برگ ها جاییه که همه دیتا های موجود توی اون گره متعلق به یک کلاس خاص باشن. ولی محدودیتی که داریم اینه که ممکنه عمق درختمون خیلی زیاد بشه و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته و در واقع مدل اوورفیت بشه. پس اینم یه محدوده، یه حدی برای حتی اکثر عمقمون در نظر میگیم و اصلا گفته میشه که درخت رو هرس میکنیم تا به هدفمون هم در واقع همون میزان اطلاعات به دست اومده یا اینفورمیشن که این هست که میشه در واقع معیار ناخالصی ریشه نود پدر منهای مجموع ناخالصی های نود فرزندان. و این معیار ناخالصی هم حالا معیارهای متفاوتی داره، میتونه انتروپی باشه، معیار جینی باشه، یا خطای طبقه بندی باشه. حالا ما چون خیلی هم وقت نداریم، فقط یکی از این معیارها رو نشون دادیم اینجا که معیار انتروپی هستش، و فرمولش هم منفی سیگما پی آی تی لوگاریتم پی آی به شرط تی هست. منظورمون از این پی آی تی نسبت داده های متعلق به یک کلاس آی چون یه نود گره مشخص تی هستش. و در نهایت آخرین الگوریتمی که بررسی میکنیم الگوریتم کانزدیکترین همسایه هستش. این الگوریتم هم 3 تا گام کلی داره. گام اول میان اندازه مقدار کاوم متریک فاصلمون رو انتخاب میکنیم. گام دومی کار نزدیکترین همسایه اون داده آموزش دادهی که میخواییم مقدارش رو پیشبینی کنیم و پیدا میکنیم. و در نهایت میگیم بر اساس اکثریت آرای اون همسایه ها نتیجه میگیم که لیبل کلاس ما چی میتونه باشه، که اینجا توی این تصویر هم نشون داده شده. مثلا ما 5 تا نزدیکترین همسایه این علامت سوال اومدیم پیدا کردیم، 3 تاشون مثلث، یه دونش دایره و یه دونه به علاوه. پس چون اکثریتشون مثلث، پیش بینی ما اینه که احتمالاً این علامت سوال هم متعلق به کلاس مثلث خواهد بود. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما باید اندازه کار رو یه مقدار متعادل انتخاب کنیم که نه مدلمون اوورفیت بشه نه آندرفیت، و این تقریباً تنها پارامتریه که اینجا باید تیونش بکنیم. و بحث بعدی اون معیار فاصله است که حالا می‌خوایم کان از این همسایه رو انتخاب کنیم، بر چه اساسی چه معیاری داریم که این فاصله رو حساب بکنیم، که معمولاً از معیار مینکوفسکی استفاده میشه که فرمولش هم اینجا نشون دادیم. حالا این مقدار پی اگه 1 باشه میشه همون منهتن نرم، اگه 2 باشه میشه فاصله اوپیدوسی، و به همین ترتیب میتونیم این معیار رو حالا بر اساس نیازمون مقدار پیش هم تعیین بکنیم. و این الگوریتم بود که حالا من به نظر اومد اینجا میتونیم با هم دیگه بررسیش بکنیم. ممنون توجهتون.